سلام بهرام افراوی هستم تو این بخش از آموزش تو این پکیجی که من برای شما گذاشتم دو تا فرم هم پی دی اف گذاشتم اینا فرم های در واقع ثبت سفارش و برآورد هزینه است این دو تا شبیه همدیگه هستن من یه توضیح کلیات این قضایی رو میدم شما برای هر سفارشی اگر خاطرتون باشه و ویدیوهای قبلی رو دیده باشید بخش های مختلفی داشتید تو اون زونکنتون که بخشش در واقع در مورد لیتوگرافی بود چاپ ها بود قیمت های مختلفی نوشتید و یه بخشش هم در واقع اختصاص داشت به فرم های براورده هزینه و فرم های ثبت سفارش که شما هر سفارشی که بهتون داده میشه مشخصات و تلفن و همه جزئیات اون سفارش رو یادداشت میکنید و اینجا برای خودتون نگه میدارید و این ممکنه دوباره نیاز داشته باشید بهشون ارجا بشه این فرم رو من الان اولین فرم رو بهتون نشون میدم که فرم برآورده هزینه است اون هم فرم دوم هم تقریبا همینه برآورده هزینه و ثبت سفارشه ببینید خب مشخصاتی که بالا داره که چیز خاصی نیست سفارش دهنده تلفن همراه آدرسش تاریخ و شمارش نوع سفارشش که چی هست کاتالوگ بروشور کتاب کارت ویزیت هر چیزی که هست میریسید تیراژ کار رو میریسید ابعادی رو که برای این کار شما به دست آوردید ابعاد تقریبی سندش رو تعدادی رو که در سند قرار میدید نوع کاغذی رو که قرار چاپ بشه مقواس مقوای کرافت مقوای گلاسه است پشتوسیه یا کاغذ یا هر چیزی که است گرماش اون و تعداد رنگی رو که استفاده میکنیم به همین ترتیب شما میتونید تو بخش های مختلف شروع کنید اطلاعات رو نوشتن که من اینا رو البته بهتون میدم مثلا اینکه تو بخش طراحی شما میگید اسکن داشته تصویرسازی داشته مثلا عکاسی داشته حروف چینی داشته هر کدوم از اینا نرخ هایی که به دست میاد رو اینجا برای خودتون یادداشت میکنید همینجور تو بخش لیتوگرافی مواردی که هست توی بخش چاپ به همین ترتیب افست اینا رو روی نمونه هایی که با هم کار میکنیم متوجه میشید که برای هر سفارشی چجوری باید محاسبه رو انجام داد و نتیجه رو شما اینجا مینویسید حتی اینجا برای چاپ فلکسو و هلیو و سیلک و تامپو هم تو این فرم در نظر گرفته شده البته ما تو این بسته آموزشی فعلا فقط افست رو مد نظر داریم اینشاالله ممکنه توی آموزش هایی که در آینده خواهیم داشت چاپ فلکسو، هلیو، سیل، تامپو و بقیه غذایا رو هم بگنجونیم بسته به این که چقدر متقاضی داره و چقدر نیاز هست به همین ترتیب ترموگرافی و مسائل پس از چاپش رو شما یادداشت داشت کنید اگر قالب سازی داره چقدر شده لتر پرس تو پوشش ها به همین ترتیب و توی پوشش های دامش صحافی ها و بسته بندی مشخص می کنید که چه مواردی است و چقدر از اینش متفرقه حمل و نقل فورس ماژور و نظارت بر که گفتم اصول و اساسش رو توی کتاب راهنمای ناظران چاپ شما اونجا میتونید ببینید البته من سعی میکنم توی همین ویدیو ها هم براتون یه جایی اون جدولش رو حداقل بیارم که کلیات قضیه رو بدونید ولی راهنمای ناظران چاپ هم یکی از کتابایی است که کمک به این قضیه و باید شما مطالعه بکنید و امیدوارم که این کار حتما انجام بدید بعد ما جمع کل از ها رو جمع میزنیم و اینجا مینویسیم و بهای هر عددش رو مشخص میکنیم و اینجا هم جمع کل چاپ رو به اضافه طرایی اینجا بدون طراحی و اونجا با طراحی کاغذ مصرفی با احتساب پرتش و برشش هم اینجا میتونیم بنویسیم این یکی از فرم هایی که برای ثبت سفارش ما در نظر میگیریم این فرمی رو که الان اینجا نشونتون میدم شاید این یه جورایی بهتر باشه به دلیل اینکه یه خورده توغه بندی بهتری داره ولی در هر حال آیتماش مشابه همدیگه هستن من بزرگ میکنم و به شما نشون میدم باز اینجا فرم ثبت سفارش طرایی تا چاپ تاریخ شماره سفارش به همین ترتیب سفارش دهنده نوع کارت تعداد رنگ کاغذ و گرماجش ابعاد کار سند تعداد سند شکل سند چیزی که ما توی اون فرم قبلی که من براتون توضیح دادم شکل سند رو این نداشتیم یکی از مهمترین چیزهایی که در واقع توی آموزش های توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم که به اساس اساس و اصول محاسبه هزینه خیلی وابسته است به شکل چیدمان شما و شکل سندتون بنابراین برای هر سفارشی که مشخص میکنید بهتره و باید حتما شکل چیدمانتون رو هم اینجا بیارید مثلا اینکه به فرض یک جعبه ای کار کردید چهارتا تا توی این سند گذاشتید یا هر تعداد دیگه و هر چیز دیگه ای که هست اینجا شکلش رو حداقل میتونید شماتیکش رو که چجوری حالا لازم نیست خیلی دقیق مثلا جعبه ترسیم بشه مثلا چهار تا جعبه گذاشتی تو این سند این کافیه چهار قسمتش بکنید و بگید این چهار قسمت شده یا هشت قسمت بکنید یا شش قسمت بکنید هر چی که هست شکل چیدمانتون رو اینجا بندازید باز به, همین ترتیب شبیه اونجا ما هر قسمتی رو که هزینه داریم دریافت میکنیم تیک میزنیم و اینجا هم منتاج دستی زینک سوزی و کاغذ و ابعاد کاغذ برش لازم و به کیلو چند کیلو کاغذ لازم داری به بند و به تعداد که اینها فرمولاشون هم توی کتاب چگونه هزینه چاپ رو محاسبه کنیم هست هم من براتون فرمولاشو توضیح میدم که به چه شکل هست به همین ترتیب چاپ ها رو مشخص میکنید و حالا اینجا جدولش به این شکله که ما هر موردی رو مثلا هزینه های آتلیه رو اینجا منویسیم و توضیح اگه داره منویسیم فیلم زینک اینجا مربوط میشه به پیش از چاپ چاپ متریالی که استفاده کردیم و پس از چاپ و موارد دیگر رو ما میتونیم در واقع تقسیم بندی داره هزینه ها رو می نویسیم و جمع کل رو هم اینجا مشخص می کنیم که چقدر هست و اینجا هم باز همون مواردی رو که بعدا می خواهم اینجا یادداشت کنیم همه اینها رو تیک می زنیم و مشخص می کنیم یه چیزی هم که باز مهمه و شما بهتره که تو این فرمها حتما بیارید و یادداشت بکنید اینه که برای هر سفارشی مشخص کنید که لیتوگرافیش کجا انجام شده چاپش کجا بوده کاغذ از کجا خریدید خدماتش از کجا گرفتید خدمات پس از چاپش و موارد مثلا قالب رو و بقیه غذایا رو صحافیش کجا بوده و اگر توضیحات خاصی داره شما باز اینجا میتونید اضافه بکنید و بیارید اینجا هم کارهای ویژه که روی اون کار روی اون سفارش انجام شده این شکل خوندن این فرم سفارش و پر کردن این فرم شما این فرم ها رو توی فایلاتون که دانلود می کنید دارید و میتونید ازش پرینت بگیرید پانچ کنید و در زونکن در جای خودش برای هر سفارش قرار بدید میریم تا آموزش بعد